سلام به همه شما دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. من در قسمت قبل قسمت اول آموزش وبلاگ نویسی با بلاگر رو بهتون یاد دادم و امروز قسمت دوم و عملا آخرین قسمت رو میخوام بهتون بگم. امیدوارم که خیلی سریع تموم بشه و بریم سراغ سایر آموزش هامون. در آموزش قبل من به شما گفتم چطور میتونید وبلاگ ایجاد بکنید، چطور میتونید وبلاگتون رو مدیریت بکنید یا چطور میتونید ازش بکاپ بگیرید، و این قسمت ایمپورت هم که دیگه برای بعد از اینکه شما بکاپ گرفتید و میتونید اون بکاپتون رو برگردونید داخل این وبسایت. امروز میخوام با شما در مورد نوشتن مطلب توی وبلاگ صحبت بکنم و یه نکته هم بهتون بگم که آدرس وبلاگ خیلی خیلی مهمه. حالا شما اینو نبینید که مثلا من اومدم یه وبلاگ ایجاد کردم به اسم خاطرات پمپ بنزین و بعد هم آدرس رو گذاشتم پمپ خط فاصله بنزین دات بلاگ اسپات دات کام. شما همچین کاری نکنید. شما اولا اگر وبلاگ شخصی خودتون رو خواستید بنویسید، بله هر چی دوست داشتید بنویسید، اما اگر قرار باش بیزینسی انجام بدید، تجارتی بکنید یا کسب درآمدی روی سیستمش داشته باشید، حتما حتما سعی کنید از عنوان و آدرسی استفاده بکنید که خوب توی ذهن بمونه و خیلی سریع هم توی سرچ ها قابل پیدا شدن باشه. مثلا اگر شما بیاید بنویسید پمپ خط فاصله بنزین دات بلاگ اسپات دات کام و بیاید در مورد افیلیت سیستم داخلش توضیح بنویسید، مطمئنن افرادی که از طریق سرچ این وبلاگ رو ببینن اصلا باز نمی‌کنن، چون عنوان با تایتل با محتوایی که شما منتشر کردی از زمین تا آسمون فرق میکنه. پس این رو حتما مد نظرتون باشه. برای اینکه بتونید توی وبلاگتون پست منتشر بکنید، میاد اینجا ببینید. اول اینکه من اینو بهتون بگم، اینجا نوشته خاطرات پمپ بنزین، سمت چپ دارید میبینید. اگر شما نیو بلاگ رو بزنید میتونید دوباره وبلاگ ایجاد بکنید، یعنی یه وبلاگ جدید با یه عنوان جدید. پس اگر بیزینس شما فقط در مورد افیلیت سیستم یا هر افیلیت کاری دارید انجام میدید یا سیستم مقاله دارید منتشر میکنید یا قراره فقط در مورد یه کالای توش توضیح بدید، اگر خواستید میتونید وبلاگ های دیگه ایجاد بکنید و اونها رو همه رو مدیریت بکنید. اگر خواستید سایت خبری ایجاد بکنید میتونید این کارو انجام بدید. و البته من این رو خدمتتون عرض کنم که شما میتونید آدرس وبسایتی هم داشته باشید، مثلا www.pumpbenzin.com. شما همین رو هم میتونید روی بلاگر، هر کسی زد سیستم بلاگر شما باز بشه و اون آدرس شخصی شما باشه. پس هیچ محدودیتی از در این زمینه وجود نداره و بعدا حتی میتونید شما آدرس وبسایتتون رو به وبلاگتون وصل کنید که هر کسی زد pumpbenzin.com آدرس شما باز بشه و بتونه محتوای شما رو مطالعه بکنه. توی ایجاد وبلاگ ایجاد کردن هم محدودیتی وجود نداره. پس شما هر وبلاگی که ایجاد بکنید میتونید اون رو مدیریت بکنید، میتونید اون رو آپدیت بکنید، میتونید اون رو منتشر بکنید. ببینید اینجا هم که نوشته دیلیت بلاگ، یعنی میتونید وبلاگتون رو حذف کنید. خب میخوام الان یه مقاله منتشر بکنیم، البته میخوام یه لینک منتشر بکنم. روی پست اینجا نوشته پست، کلیک میکنیم و بعد اینجا نوشته نیو پست یا پست جدید. شما میتونید این رو نیو پست رو بزنید تا صفحه نوشتن مطلب برای شما باز بشه. من میخوام اینجا یه پستی رو منتشر بکنم برای این وبلاگ. پس زحمت شو بکشید با دقت این تیکر رو نگاه کنید که فکر میکنم بتونه کاربردی باشه برای اون عده دوستانی که نمیدونن چطور وبلاگ بنویسن، نمیدونن چطور محتوا رو منتشر بکنن. نمونه این سیستم بلاگر دات کام رو شما میتونید در سیستم وبلاگ هایی که در ایران هستن انجام بدید. مثلا سیستم بلاگفا هست، میهن بلاگ هست، سامن بلاگ هست، بلاگ اسپات هست، دیگه ارزم به حضورتون پرشن بلاگ هست، بلاگ اسکام که بهتون گفتم. سرویس های زیاده، 7-8 تا وبلاگ، سیستم وبلاگ توی ایران که من حتی قبلا این رو آموزش رو توی کانال محمود بیست توی یوتیوب بهتون دادم. منتها همین الان اگر دوستانی هستن که قبلا سیستم های وبلاگ دی توی ایران رو باش آشناییت نداشتن، من همین الان لینکش رو میذارم این بالا سمت راست که بتونید اون آموزش رو هم ببینید. همین الان لینکش رو اینجا میتونید ببینید و باز کنید و اون آموزش رو در مورد سیستم های وبلاگ نویس تو ایران مشاهده بکنید. زمانی که شما میخواید یه پست یا یه مطلبی رو توی سیستم های وبلاگ دهی منتشر بکنید، معمولا با چند تا قسمت روبرو میشید که عناوین اونها تقریبا شباهت زیادی به هم دارن. مثلا پست تایتل یا میشه عنوان یه دونه نوشتتون، ممکنه این نوشته شما باشه مثلا فروشگاه، شما یه کالایی مثلا میگی آقا من ماشین اصلاح میفروشم، اینجا میتونی بزنی آقا ماشین های اصلاح درجه یک، این میشه عنوانت. یا میتونی مثلا بنویسی افیلیت مارکتینگ چیست،
و این پایین هم میتونید عناوین یا توضیحاتتون رو بر اساس عنوانی که نوشتید میتونید توضیح بنویسید. مثلا به عنوان مثال من میخوام الان لینک خودم در سیستم افیلیت سیستم رو اینجا منتشر بکنم که هر کسی خاطرات پمپ بنزین رو باز کرد، عنوان منو دید و لینک منو دید روش کلیک کرد، وارد صفحه ثبت نام بشه و من از طریق ثبت نام اونها وقتی سیستم پلن افیلیت سیستم رو خریدن به من سود برسه. افیلیت سیستم رو الان باز میکنم، اینجا یه متنی رو کپی میکنم، مثلا این متن رو من الان کپی میکنم به عنوان این متن من کپیش کردم، میرم داخل وبلاگم تو قسمت تایتل این عنوان رو پیستش میکنم. یعنی اگر اینم بخوام بهتون بگم دقت کنید، این عنوان رو من میام اول با موس انتخاب میکنم، روی این کلیک راست میکنم، گزینه کپی رو میزنم، بعد میام توی وبلاگم، اینجا هیچ محتوایی نوشته نشده، کلیک راست میکنم، گزینه پیست رو میزنم، همون نوشته میاد. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید، خب من میخوام الان این محتوا رو اینجا قرار بدم، این رو هم دوباره کنترل سی یا همون کپی میکنم، اینجا میام پیستش میکنم، اینجا یه فاصله ای هم برای من ایجاد شد. خب همین نوشته رو من اگر قرار باشه اینجا کدهاش رو ببینم، میتونم این رو اینجا، چون الان یه نوشته هایی اومده که برای من یه مقدارک، آره این است، اینا کدای اضافیه که الان ایجاد شد و من اصلا تمایلی به اونها نداشتم. این نوشته من الان دقیقاً استاندارد خودشو داره نمایش میده. خب این نوشته ایه که من الان کپی کردم اومد اینجا، میتونم با این بولدش بکنم، میتونم اینجا مثلا حروف کوچیک بزرگش رو انتخاب بکنم، یا میتونم اینجا فونتش رو تغییر بدم، به هر فونتی که بخواید میتونم در بیارم، مثلا اینجا محدودیتش رو همین چند تا فونته، من میگم با این فونت نمایش بده. اینجایی که نوشته افیلیت مارکتینگ رو انتخاب میکنم، گزینه لینک رو من میزنم، اینجا میخوام هر کسی افیلیت مارکتینگ رو کلیک کرد وارد لینک من توی affiliate-system.org بشه، اینو انتخاب میکنیم، این صفحه باز میشه. لینک خودم رو از توی افیلیت سیستم کپی میکنم، میام اینجا نوشته وب آدرس کلیک راست پیست، آدرس خودم رو گذاشتم، میدم که آیدی من 13784. خب وقتی این کارو من انجام دادم، اگر اوکی بکنم، هر کسی که روی افیلیت سیستم توی وبلاگ من بره کلیک بکنه، مستقیم وارد لینک من توی affiliate-system.org میشه. پس الان شما متوجه شدید، حالا مثلا من میگم آقا این انتها هم، میگم آقا لینک چند تا علامت این شکلی هم میذارم، حالا این لینک رو مثلا میام اینجا مینویسمش لینک، و این رو انتخاب میکنم میام اینجا، میخوام وسط چینش بکنم قشنگ بشه، دوباره انتخابش میکنم، لینک رو میزنم، آدرسی که کپی کرده بودم رو دوباره پیستش میکنم و بعد هم این. خب الان هم من لینک عضویتم همین بالاست که هر کسی روش کلیک بکنه میتونید بیاد، اگر روی همین لینک شما نگه دارید موس رو، میتونید هم حذفش کنید هم میتونید چنجش بکنید، و همین که میتونید لینکتون رو اینجا هم ببینید، کما اینکه اینجا هم همین اتفاق میفته، یعنی هم چنج میشه هم ریموو میشه حذف میشه، شما میتونید این رو به هر شکل خاصی برای خودت تبدیل بکنید. مثلا من یورو میخوام ببینم، مثلا این رو رنگش رو بکنم قرمز رنگ، یا مثلا اینجا دوباره یورو میخوام دوباره بزنمش بشه قرمز رنگ. خب اینجا حتی شما میتونید عکس هم بذارید، یعنی اگر شما ببینید مثلا من میخوام آیا میشه این عکس رو استفاده بکنم، کپی ایمیج آدرس رو میزنم روی عکس، میخوام ببینم آیا امکان پذیر است عکس رو بیارم اینجا، اینو میزنم کنار لینک نوشته عکس آپلود، اینجا نشف از یه آدرس وبسایت میتونه عکس رو براتون دانلود بکنه، اینجا کلیک راست و پیست، اگر ببینید عکس اومد، فقط کافی آدرس عکس رو شما کپی بکنید اینجا میاد، آه اومد. حالا همین هم که الان شما گذاشتید چند تا حالت میتونید براش بذارید، مثلا ببینید من این عکس رو که دارید میبینید میخوام چیزی شبیه همین در بیارم، یعنی زمانی که طرف دید این تیکش سمت راست عکس باشه و توضیح سمت چپ باشه. خب
عکس رو به حالت میدیوم قرار داده، یا شما میتونید عکس سایز بزرگ بذارید. من میگم میدیوم میخوام و این محتوای منتشر شده ایم که الان داریم رو من میگم این عکس سمت چپ باشه یا عکس سمت راست باشه. کما اینکه الان ما این عنوان رو هم باید بیاریم اینجا تو ابتدای این متن خودمون قرار بدیم. من میام پایین و این متن رو اینجا قرار میدم. اینجا هم که میتونید شما متن خودتون رو به راحتی بزرگش بکنید. خب پس من الان هم عکس رو قرار دادم از طریق این قسمت شد اینزرت و اینجا نوشته از یه آدرس، آدرس عکس رو اینجا گذاشتم. حالا آدرس عکس چی شد یه بار دیگه بهتون بگم. عکس رو جایی که هست پیدا میکنید، کلیک راست میکنید، کپی ایمیج آدرس رو میزنید. اینو که زدید کپی میشه تو کامپیوترتون و بعد اینجا میاد توی آخرین تب، یعنی اولین تب سمت راست بازش میکنید، آدرس رو پیستش میکنید، این پایین عکستون ظاهر میشه و بعد اوکیش میکنید میاد. و بعد حالا اگر شما رو عکس کلیک بکنید امکاناتشو بهتون میده، میگه راست باشه، وسط باشه یا چپ، راست باشه، چپ، وسط باشه یا چپ باشه، یا ممکنه چیزهای دیگری شما بخواد به این عکس بدید. مثلا از پروپرتیز شما میتونید اینجا حتی بنویسی، مثلا من میگم افیلیت سیستم، افیلیت سیستم. حالا این مزیتش چیه وقتی شما این تایتل رو عکس می‌نویسید؟ حتی الان اگر افراد این عکس رو سرچ بکنن توی موتورهای جستجو، کلمه افیلیت رو سرچ بکنن، این عکسی هم که من الان گذاشتم پیدا میشه. حالا چه مزیتی برای من داره؟ مزیتش اینه که هر کسی این عکس رو سرچ بکنه، آدرس وبلاگ من هم براش باز میشه و اگر روی این آدرس کلیک بکنه میتونه وارد صفحه یا اون یو آر ال من توی سیستم افیلیت داش سیستم دو تارجی بشه و اومد و سیستم پلن خرید درصدش رو من بگیرم، یعنی میگیرم. خب اینجا لیبله. ببینید این لیبل رو شما هم میتونید به عنوان گروه بسازید و هم میتونید به عنوان تگ بذاری. یعنی مثلا ببینید من اگر الان بذارم افیلیت سیستم و یه اینتر بزنم، خودش به صورت اتومات یه دونه علامت کاما یا همون مثلا یه چیزی که فاصله میذاره بین کلمات کلیدی براتون ایجاد میکنه. حالا هر کسی که در مورد افیلیت سیستم الان سرچ بکنه، هم عکس رو میتونه پیدا بکنه، هم این نوشته رو میتونه پیدا بکنه و همین که این کلمه کلیدی که من به موتور جستجو میگم، میگم از طریق این سرچ ها وارد سایت من بشن، هم اینجا براشون پیدا میشه. حالا هر کلمه دیگه که ممکنه باشه، میگم افیلیت مارکتینگ اینتر علی اکس پرس افیلیت یا هر چیز دیگری. خب اینا میشه کلمات کلیدی یا همون لیبلتون، یا مثلا میشه دسته بندی هم بعدا میتونید حتی به عنوان دسته بندی هم تو بعضی از قالب هاش میتونید استفاده بکنید. یعنی همون تمی که برای سایتتون گذاشتید، ممکنه هر کسی روی افیلیت داش سیستم، میگم افیلیت داش سیستم، هر کسی روی این افیلیت سیستم کلیک کرد، همه مقالاتی که شما در مورد افیلیت سیستم اومدید نوشتید و بهش نشون میده. اوکی اینجا تاییدش میکنم. توی قسمتی که الان اینجا دارید میبینید شما میتونید زمان بندی بذارید. یعنی مثلا من بگم این مقاله که الان من نوشتم الان منتشر بشه یا نه، مثلا ساعت فردا 19 هم منتشر بشه. میگم اوکی، ممکن اینو نخواید که البته باید بخواید، نه دیگه. من میگم آقا اینو من اتومات میخوام، یعنی همین الان منتشر بشه. اوکی این قسمت شما میتونید یه لینک بهش بدید. یعنی مثلا ببینید الان عنوان مقاله رو، عنوان آدرس وبلاگتون رو این گذاشته، یعنی همین تایتل شما شده عنوان آدرس. من میگم نه، میخوام اون چیزی که خودم میخوام باشه. اینو میام پاکش میکنم، مینویسم افیلیت سیستم و ذخیرش میکنم. یعنی آدرس مقاله من میشه افیلیت سیستم. حالا این اصلا این چه مزیتی داره؟ ببینید یادتون باشه ما چند تا راه ورودی برای اینکه افراد بتونن وارد وبلاگمون باشن رو باید در نظر بگیریم. یک، از تگهای مناسب استفاده بکنیم، همین تگهایی که الان نوشتیم. از لینک هایی که قرار منتشر بکنیم به نحو احسن استفاده بکنیم، یعنی بیام موضوعیت اصلی مقالمون یا اون نوشتمون یا اون لینکمون یا اون محصولمون رو بذاریم. مثلا شما اگر ساعت دارید میفروشید، اینجا میتونید کلمه ساعت رو به انگلیسی بنویسید که هر کسی دنبال کلمه ساعت گشت، این توضیح یا لینک شما هم براش نمایش داده بشه. این دوتا مرحله. مورد سومی که از تایتل مناسبی استفاده بکنید، و چهارم این که از محتوایی که دارید منتشر میکنید به نحو احسن استفاده کنید، کلمات مرتبط با اون چیزی که مد نظرتون هست رو به عنوان لینک ایجاد بکنید
که افراد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باز هم از طریق لینک شما بتونن ورودی های مختلفی رو به جاهایی که شما میدید بگیرن. و بعد در نهایت یادتون باشه عکس هایی که استفاده میکنید رو حتما بهشون متن بدید. ببینید الان رو عکس من موس رو نگه داشتم، نوشته افیلیت سیستم. این زمان نمایش و ذخیره شدنش هم دقیقا همین رو نشون میده. خب مورد بعدی این که در مورد لوکیشن، شما اینجا میتونید لوکیشنتون رو بدید که بر اساس لوکیشن موقعیت شما اینجا مثلا براشون ذخیره بشه. و اینجا هم که بقیه تنظیماتی که شما میتونید بگید آقا مثلا من تگ چیزی دارم توش، اینا که آره کاربرد زیادی هم برامون نداره، اما لوکیشن رو میتونید مثلا کشور محل سکونتتون بدید، یا اگر ندادید هم اتفاق خاصی نمیفته. پس یک بار دیگه اجمالا معرفی میکنم، با هم دیگه بررسی میکنیم. یک، تایتل مناسب استفاده کنید، دیسکریپشن یا همون توضیحات موردی که دارید نمایش میدید درست بنویسید، کلمات کلیدی خیلی خوبی رو تو نوشتتون پیدا کنید و لینک بدید به اون جایی که میخواید. عکسایی که قرار میدید، ببینید الان من همین عکس رو هم میتونم حتی بهش لینک بدم که هر کسی روی عکس کلیک کرد مستقیم بره داخل صفحه من. خب من این کار الان انجام نمیدم، شاید شما دوست داشته باشید که این کار رو بکنید. و از قسمت پروپرتیس عکستون هم تایتل عکس رو بنویسید که اگر تو سرچ هم کسی کلمه افیلیت سیستم رو سرچ کرد عکس شما رو هم ببینه و وارد پیجتون بشه. و بعد مورد این که لیبل یا همون تگا یا کلمات کلیدیتون رو به دقت وارد کنید و لینک ها رو هم به دقت ثبت کنید. بعد از اینکه این کارو انجام دادید دو تا کار میتونید انجام بدید، سه تا کار میتونید انجام بدید. یا نمایش رو میزنیم پریویو که میتونید شما مقاله رو یا اون نوشته رو یا اون فروشگاهی که راه انداختید رو میتونید ببینید، یا سیوش میکنید که باشه توی سیستم، یا میزنید پابلیش که منتشر میشه. حالا من میگم اصلا میخوام الان نمایشش ندم، میخوام سیوش هم نکنم، میخوام همین الان منتشر بشه. پابلیش رو میزنیم. دقت کنید بعد از اینکه شما پابلیش رو زدید میگه آقا نوشته شما منتشر شد. الان ببینید توی قسمت پست هایی که من منتشر کردم تو قسمت پابلیش یه دونه اومده و کل پست های من رو اینجا داره نمایش میده. حالا ببینید اصلا بازدید کننده داره یا نه. خب جالبه، چون دقیقا یک نفر از گوگل اومده همین الان ورودی گرفتیم ما همین الان که سایتمون رو اومدن دیدن. خب مثلا چیزی منتشر نکردم. خب ببینید چقدر مزیت خوبی داره تو بلاگر، چون رتبه خیلی خوبی داره و مربوط به خود گوگل هم هست، سعی میکنه از مواردی که شما منتشر میکنید به نفع اصلا به افراد نمایش بده تا ورودی های خیلی خوبی رو بتونید به دست بیارید. این الان آدرس وبلاگ منه، بزن من اینو ببندم. از اینجا بازش میکنیم، اینجا نوشته ویو بلاگ، بازش میکنم با هم دیگه ببینیم. خب این عنوانی بود که من ثبت کردم، حتی الان لینک این نوشته رو داره. اینجا لینکیه که من گذاشتم، اینم عکسیه که منتشر کردیم و اینجا هم حتی لینک هاییه که میتونید از این نوشته تو جای مختلف استفاده کنید. لیبل هاشو ببینید. اگه کسی در مورد افیلیت سیستم مثلا علی اکسپرس سرچ بکنه بازم این نوشته شما رو بهش نشون میده. من الان یه نوشته منتشر کردم به این نفع. الان لینک منو ببینید، من الان روی این لینک کلیک میکنم و صفحه عضویتی که برای من هست به صورت مستقیم باز میشه. یعنی افراد میتونن به راحتی از طریق این لینک من توی این وبسایت ثبت نام کنن و من درصد بگیرم. خب اینجا تقویم داره و اینجا هم که نویسنده شده میشه جکی جان، اینم که دوباره لینک. خب به همین راحتی الان این وبلاگ مطلبی رو توش منتشر کردیم، میتونید اینجا ادیت بکنید، ممکنه بخواید ادیت بکنید یا ممکنه بخواید حذف بکنید. اینجا هم میتونید تعداد ویوتون رو ببینید. ببینید الان صفره. حالا من میخوام ببینیم، الان من یه بار خودم دیدم دیگه، ببینیم تغییر میکنه یا نه. یه دونه F5 میزنیم، رفرش میکنیم صفحه رو. اگه دیلی نداشت، خب این دیلی داره الان نمیتونه من نشون بده، اما در اصل من الان دیدم و الان یه دونه بازدید کننده باید بیاد به اینجا ثبت بشه. اگر کسی کامنتی بنویسه، نظری بنویسه یا تبلیغ برامون بفرسته توی قسمت کامنت ها میتونیم اینجا ببینیم، انتخابشون بکنیم، هر کدوم خواستیم میتونیم حذفش بکنیم یا هر چیز دیگری که برامون امکان پذیره. خب برای بازدید کننده ها که بهتون گفتم دیگه، یه نفر از گوگل اومده، 6 تا بازدید کننده ما داشتیم امروز. اون یه نفر فکر کنم خود من باید باشم تو ترکیه. آه یه نفر دیگه هم هست، 5 تاست. این یکی نمیدونم کی. خب حالا شما به یه محله میرسید که کلهم دیگه شما توی این وبلاگتون محتوا دارید، میاد قسمت ارنینگ. اینجا شما میتونید ادسنس به سیستمتون اضافه بکنید.
یعنی تبلیغ بذارید داخلش که بغل نوشته هاتون مثلا تبلیغات دیده بشه. و حالا کاربر شما اومده یه مقاله‌ای داره میخونه، ممکنه مثلا تبلیغاتی که اینجا داره میبینه تبلیغات مرتبطه دیگه، گوگل از یه ابزاری استفاده میکنه که میتونه تشخیص بده کلماتی رو که شما رو سرچ میکنه. شما الان یه کلمه کلیدی رو توی گوگل سرچ کردی، میری وارد یه سایت میشی و اون سایت از ادسنس استفاده میکنه. گوگل بر اساس کلمات کلیدی که شما دارید تبلیغات مرتبط با شما که ممکنه دیروز سرچ کرده باشی رو الان به شما نمایش میده. پس هیچ محدودیتی از این بابت برای گوگل وجود نداره. و دیگه اینکه خب از اینجا بهتون گفتم، پس ادیت ویرایش شد، ویو نمایش شد، دیلت هم هست شد، اینم که آمارتون بود میتونید ببینید. دوباره پست جدید رو میزنید، دوباره مطلبتون رو اضافه میکنید. حالا ببینید من یه نکته اینجا بهتون بگم، بذارید من برگردم. من الان میخوام خاطرات پمپ بنزین رو مثلا عوضش کنم، میخوام مثلا اسمش رو عوض کنم. میام تو سیتینگ بیسیک رو باز میکنم، اینجا نوشته خاطرات پمپ بنزین، ادیت رو میزنم. اینجا میتونید بنویسی افیلیت سیستم، سیوش میکنیم. الان عنوان ما باید بشه افیلیت سیستم. الان خاطرات پمپ بنزینه، بذار من رفرشش میکنم ببینیم چه اتفاقی میفته. ببینید تغییر کرد، افیلیت سیستم. خب من میخوام الان از بقیه توضیحاتی که اینجا هست مثلا این رو کپی بکنم به عنوان دیسکریپشن خودم استفاده بکنم ازش. خب این رو کپی میکنم، اینجا پیستش میکنم، ذخیره میکنم. الان سیستم افیلیت سیستمی که من آماده کردم، یعنی وبلاگی که برای افیلیت آماده کردم و با هم دیگه میبینیم، ببینید تغییر کرد. خب ببینید الان لینک من، میگم لینک من، عنوانی که من برای تایت برای وبلاگم گذاشتم اینجاست. اگر ما همین مطلب رو الان باز کنیم ببینیمش، ببینید عنوان ما همچنان همینه و این توضیحاتی که من اونجا کپی کردم گذاشتم اینجا. حالا شما ممکنه این توضیحاتی که توی ستینگتون بود ممکنه تغییر بدید، دست خودتونه. و اینجا هم که گفته توی لیست بلاگرها و سرچ انجین هم اکتیو باشه. اینجا ببینید اینجا نوشتن پمپ بنزین، اینجا من الان میتونم اینو ویرایشش بکنم، میزنم ادیت افیلیت داش سیستم داش او آر جی، اوکی همون آدرس رو من میزنم برای خودم تا تبلیغ بشه برای خودم، سیوش میکنم. اگر الان من این رو رفرش بکنم چه اتفاقی میفته؟ میگه همچین چیزی ما نداریم برادر ارزشی، میگه همچین وبلاگی ما با این آدرس نداریم، ما آدرسمون رو تغییر دادیم دیگه، زدیم affiliate-system-org.blogspot.com. من از اینجا اگر باز هم بزنم بازم باز نمیشه، میام تو قسمت مثلا استاتوس یا اینکه یه دونه رفرشش میکنیم این رو، صفحمون رو رفرش میکنیم که آدرسمون بیاد اینجا. اوکی تمام. الان اگر روی این آدرس کلیک بکنیم و صفحه باز بشه، میبینید که affiliate-system-org.blogspot برامون نمایش داده میشه به همین راحتی. الان من از محتوای اوز استفاده کردم که مناسب تایتل وبلاگمه، یعنی من نیومدم در مورد مثلا کفش اینجا مطلب بنویسم بعد اسمش باشه affiliate-system. شما اگر خواستید دراپ شیپینگ بکنید، یعنی خرید کالا از مبدا تا گیرنده رو انجام بدید، اون بحثش فرق میکنه. اگر قرار شد فروشگاه هم داشته باشید باز اون بحثش فرق میکنه. شما در مورد یه ابزاری میخواد استفاده بکنید که بهش میگن دراپ شیپ، بهش میگن افیلیت. توی افیلیت شما این امکان رو دارید که بتونید بر اساس لینک کالا رو بفروشید و منم دقیقاً همین کارو الان انجام دادم. خب به همین راحتی من الان وبلاگو پس ساختم، مدیریتش هم کردم، این وبلاگرم ببندم. اینجا ببینید تعداد مطالبی که شما نوشتید، پست هاتون رو هم اینجا میگه، میگه مثلا این مطلب شما دو بار تا الان دیده شده، یعنی دو بار روش کلیک شده. استاتوسش رو یه بار دیگه از اول، پست ها رو میتونید ببینید دو بار این مطلب دیده شده، همین مطلب افیلیت. ترافیک سورس ما کجاست؟ از گوگل اومده دیگه. از کدوم کشوره؟ با چه مرورگریه؟ ویندوز 100% بازدید کنندمون از اینجا بوده. ببین چیزایی که دیگه آمارشو شما میتونید داشته باشید. اینم قسمت آمار، صفحه پسته که دوباره شما اینجا میتونید ببینید که چند نفر این مطلب رو دیدن. حالا شما اگر تعداد محتواتون هر چقدر بیشتر باشه، اینجا تعداد آمارتون هم مطمئنا بیشتر خواهد شد. محتوای به روز بذارید در مورد اون چیزی که میخواید و وبلاگ نویسی رو به همین شکل شروع بکنید. خب اصلا زیاد دیدید پیچیده نبود، خیلی راحت وبلاگتون رو ساختید. حالا ممکنه شما مثلا 50 تا 100 تا 60 تا مطلب داشته باشید بخواد توی وبلاگتون بذارید،
لینک هم اینجا در ازم ببینید گذاشتم. خیلی خوب، امیدوارم که از آموزش امروز استفاده کرده باشید. این کلهم در مورد بلاگر بود، دو تا آموزش دادم در مورد بلاگر. امیدوارم که بتونید از طریق این وبلاگ هم سیستم بلاگ نویسی رو شروع بکنید، چون مطمئنم بلاگ نویسی یعنی تولید محتوا. تولید محتوا برای اینکه شما بتونید بیزینستون رو منتشر بکنید خیلی میتونه تاثیرگذار باشه و مطمئنم بعد از این مدتی هم اگر تغییر جهت بدید برای کسب درآمد، همین تولید محتوا میتونه کمک خیلی خوبی به شما داشته باشه و ورودی‌های خیلی خوبی هم میتونه برای شما بگیره. ممنون از اینکه امروز هم وقت گذاشتید و این ویدیو رو دیدید تا این لحظه. لطفاً اگه برای اولین باری که کانال محمود بیز رو دارید میبینید، حتما اسم من رو در یوتیوب سرچ بکنید و وارد کانال من بشید، سابسکرایبش کنید و اون زنگوله هم که بعد از سابسکرایب کردن نمایش میده رو حتما بزنید تا ویدیوهای جدید زودتر از بقیه در اختیارتون قرار بگیره. ویدیو رو اگه خوشتون اومد برای دوستاتون در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارید، نظرتون رو به من بدید و اگر پسندیدید ویدیو رو لایکش کنید. ممنون از اینکه وقت گذاشتید. برای همتون آرزوی شب و روز خوبی رو دارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.